سرخط مهمترین ها. متهم شدن آمریکا به نقض تعهداتش در قبال افغانستان. متقی آمریکا را متهم به نقض تعهداتش در برابر امارت اسلامی کرده است. یه خلاف قوانین بین المللی و هم خلاف توافقنامه دوحه است. خواست دیدبان حقوق بشر از کمیسیون جنگ افغانستان. Commission has a broad mandate to look at actions and decisions that the US took. دیدبان حقوق بشر از این کمیسیون خواست تا تعهدات ایالات متحده را در راستای حقوق بانوان افغانستان بررسی کند. سفر سرپرست وزارت صحت به ایران. قلندر عباد در سفرش به تهران با مقام‌های ایرانی در مورد تقویت همکاری‌ها در بخش بهداشت گفتگو کرده است. دی افغان ډاکټرانو لپاره باندې سرطان او ځینې نورو برخو کې ان شاء الله په ایران هیواد کې د زده کړو زمينه برابرېږي. و مخالفت امریکا با قرار دادن روسیه در فهرست حامی حراس افغانی. بایدن با قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی حراس افغانی مخالفت کرده است. سلام و وقتتان بخیر. به مجموع خبری این ساعت از تلویزیون یک با من موسی محمدی خوش آمدید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امریکا را متهم به نقض تعهداتش در برابر امارت اسلامی کرده است. آقای متقی میگوید پس از تحول سیاسی پسین در کشور امنیت تامین شده و هیچ کشور اجازه نقض حریم افغانستان را ندارد. سرپرست وزارت خارجه همچنان به دیپلمات‌های خارجی در کشور اطمینان می‌دهد که رویدادهای همچون حمله بر سفارت روسیه در کابل تکرار نخواهد شد. این مقام ارشد امارت اسلامی تاکید دارد که آمریکا در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل هیچ سند ارائه نکرده است. گزارش از نوید صمدی. خواست کابل بر نقض نشدن حریم هوایی افغانستان. محترم مولوی صاحب امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه میگوید امریکا بدون در نظر داشت تفاهم نامه دوحه تعهداتش در برابر امارت اسلامی را نقض کرده و هواپیماهای این کشور در فضای افغانستان پرواز میکند. با گفته آقای متقی زمانی که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود هیچ کشوری هم حق ندارد حریم افغانستان را نقض کند. د توافقنامه دوحه به صراحت آمده که بعد از این ایالات متحده امریکا هیچ نوع مداخله در امور افغانستان نمی کنه. ولی فعلا که اونها در فضای افغانستان پروازها داره یه خلاف قوانین بین المللی و هم خلاف توافقنامه دوحه است. این مقام بلند پایه امارت اسلامی میگوید امنیت تمامی سفارتخانه ها و دیپلمات های خارجی در افغانستان تأمین می باشد و هیچ رویداد مشابه به حمله بر سفارت روسیه در افغانستان تکرار نخواهد شد. افغانستان امنیتی ارگانون ده موضوع جدی متوجه دی او طول سفارتو تا و ده سفارتونو مربوطه هیوادو تا داد ورکو چې د دې د سفارتونو او د دې د ډیپلوماټانو په کلک امنیت نیول کیږي او ان شاء الله بیا به داسې پیښې نه تکرارېږي. سرپرست وزارت خارجه همچنان میافزاید که امریکا هیچ سند را در پیوند به کشته شدن و موجودیت رهبر القاعده به جهان پیشکش نکرده و انتقاد بی بنیاد بر امارت اسلامی دارد. او تاکید دارد که کشورهای جهان و غرب سالها برای مبارزه با داعش در افغانستان پول های هنگفت هزینه کرد و در سرکوب داعش ناکام ماندند. اما با روی کار آمدن امارت اسلامی هیچ گروهی در افغانستان فعالیت ندارد. از داعش همه جهان به تکلیف بود یا نه؟ اینجا 50 کشورها و چند لک نیروی داخلی که بود داعش کنترل کرده نتانست. حتی مرکزها و ولسوالی ها دست داشته بود. داشت.
و امروز به تمام افغانستان به یک گز زمین ادعا کرده نمیتانه که او بگوی که زیر تسلط ما هست. وزارت خارجه میگوید در 20 سال گذشته فشار نتیجه نداشته و پس از این هم نخواهد داشت و از امریکا خواسته تا موقف خود در برابر افغانستان و حکومت کنونی را مشخص کند. دیدبان حقوق بشر از کمیسیون جنگ افغانستان که زیر چتر ایالات متحده فعالیت میکند خواسته تا تعهدات ایالات متحده را در راستای حقوق بانوان افغانستان بررسی کند. دیدبان حقوق بشر همچنان از عضوهای این کمیسیون انتقاد کرده و گفته هیچ یک از عضوهای این کمیسیون در حوزه حقوق بانوان تخصص ندارد. در گزارش دیدبان حقوق بشر از کمیسیون همچنان خواسته شده تا عدم موفقیت ایالات متحده در عملی کردن بیشتر وعده هایش را مستندسازی کند. ایمل سیار گزارش می دهد. خواست ها برای بررسی تعهدهای امریکا در مورد حقوق بانوان افغانستان. دیدبان حقوق بشر در گزارش از کمیسیون جنگ افغانستان خواسته تا نقش ایالات متحد در مورد حقوق بانوان افغانستان را بررسی کند. دیدبان حقوق بشر یک اعلامیه را منتشر کرده که این کمیسیون به گونه فوری تعهدات که ایالات متحده برای پشتیبانی از حقوق بانوان در افغانستان بیان داشته و چگونگی شکسته شدن این تعهدات بر بنیاد شواهد و وضعیت امروز بانوان افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش با انتقاد از ترکیب کمیسیون جنگ افغانستان همچنان آمده که از میان 14 مرد و 2 زن در ساختار این کمیسیون هیچ کدام در حوزه حقوق بانوان تخصص ندارند. که چیرته په نړۍ کې د افغانستان د میرمنو پاکله باندې یا د افغانستان پاکله باندې کمیټه یا کمیسیون جوړیږي د یو نیک ګام دی. خو په دغه کمیټو کې څه شی ضروری دی؟ هغه د افغانستان د میرمنو استازیتوب باید د یو څوک باید شتون ولري چې هغه کس باید هلته استازیتوب وکړي او همدارقم کسان باید شتون ولري تر څو د افغانستان د میرمنو د درد نه خبر اوسي. بر بنیاد گزارش دیدبان حقوق بشر از کمیسیون جنگ افغانستان خواسته شده تا عدم موفقیت امریکا در عملی کردن شمار بیشتر تعهدهایش در افغانستان را نیز بررسی و مستندسازی کند. یکی از عوامل اساسی وضع اسفناک کنونی زنان افغانستان آمریکا و متحدین است. این کشورها با سیاست‌های اشتباهشان منجر شدند که زنان افغانستان حتی از ابتدایی‌ترین حقشان که رفتن به مکتب هست محروم شود. بنان امیدوار هستیم که این کشورها با در نظر داشت وضع کنونی اسفناک زنان افغانستان در سیاست‌ها، تعهدات و پالیسی‌هایشان نسبت به قدرت حاکم بر بهبود اوضاع زنان افغانستان بازنگری بکند. کمیسیون جنگ افغانستان در چتر ایالات متحد در ماه دسامبر سال پار میلادی از بهر بررسی تصمیم‌های مهم راهبردی دیپلماتیک و عملیاتی امریکا در قبال افغانستان ایجاد شد. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عام در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به ایران سفر کرده است. هدف از این سفر تقویت همکاری‌های افغانستان ایران در سکتور بهداشت و معیاری‌سازی خدمات بهداشتی در کشور گفته شده است. از سوی هم سرپرست وزارت صحت در دومین نشست سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی به منظور کیفیت داروها، واکسین‌ها و محصول‌های بهداشتی اشتراک کرده و سخنرانی کرده است. ایمل سیار با جزئیات بیشتر. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت در سفر خود به ایران با برخی مقام‌های سکتور بهداشتی این کشور دیدار کرده. آقای عباد در ادامه این دیدارها بر تقویت همکاری‌های سازنده ایران در بخش بهداشت افغانستان تاکید کرده است. هدف از این سفر معیاری سازی خدمات بهداشتی در کشور گفته شده. قلندر عباد در توییت همچنان گفته که در ادامه سفر او و سرپرست اداره ملی غذا و داروی افغانستان در دومین نشست سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی به منظور بهبود کیفیت داروها، واکسین‌ها و محصول‌های بهداشتی اشتراک کردند. د دغه سفر ځینې موخې دا وې چې دلته هغوی د G5 د همغږۍ په غونډه کې هم ګډون وکړي. د دې تر څنګه د افغانستان د علمي کادرونو د هغوی د تخصصي او فوق تخصصي برنامو لپاره هلته په ایران هیواد کې د زده کړو د زمینې برابرولو لپاره هم هلته د مشرانو مسؤلینو سره ملاقاتونه دي. د دې تر څنګه د افغان ډاکترانو لپاره به د سرطان او ځینې نورو برخو کې انشاءالله په ایران هیواد کې د زده کړو زمینه برابرېږي. مقام های ایرانی هم از ادامه همکاری ها برای بهتر شدن خدمات بهداشتی در افغانستان اطمینان دادند.
در این میان حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان هم در توییت از دیدار با سرپرست وزارت صحت افغانستان خبر داده و گفته گفتگوهای سازنده در راستای مدیریت بیماری فلج کودکان در افغانستان، آموزش و همکاری های دو جانبه در زمینه های علمی و بهداشتی میان دو کشور صورت گرفت. پس از سقوط دولت پیشین، بر بنیاد گزارش های رسمی نهادهای جهانی، سکتور بهداشت افغانستان با چالش های جدی مالی روبرو شد. موردی که روی ارائه خدمات بهداشتی و مبارزه با بیماری های جدی تأثیر مستقیم گذاشته است. حالا انتظار می رود با تلاش های تازه روند ارائه خدمات بهداشتی در کشور بهتر شود. وزارت خارجه از فعالیت بیش از 10 سفارت کشورهای همسایه و جهان در افغانستان و همچنان از فعالیت سفارتخانه های کشور در سایر کشورها خبر می دهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه می گوید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی کارمندان 6 سفارت را تازه گماشتند و متباقی سفارتخانه های افغانستان هم از آنان هدایت می گیرند. به گفته او آنان به جهان به اثبات رسانده که حکومت کنونی بی‌طرف متوازن و اقتصاد محور است. گزارش از نوید صمدی. سیاست خارجی افغانستان حکومت بیطرف متوازن و اقتصاد محور. دستگاه سیاست خارجی کشور کارکرد یک سالش را در نشست در کابل بیان میکند و بر بیطرفی، توازن و اقتصاد محوری جهان تاکید دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی 13 سفارت فعالیتشان را در افغانستان اثر گرفته و کارمندان 6 سفارت افغانستان در کشورهای دیگر تبدیل و متباقی سفارت ها زیر رهبری آنان به کارشان ادامه دادند. ما په اول قدم کې د افغانستان د شپږو گاونډیو هیوادو سره راشدر شزیات کړه وفدونه ولاړو د هغوی وفدونه راغلو لله الحمد په دې وتوانېدلو چې له شپږو سرو ګاونډیو هیوادو سره اړیکې نارمل سطحې ته راټیټې کړو. په مختلفو سندونه دي، وکالتنامې دي، تذکیرې دي، نکاح خطونه دي، مجرد خطونه دي، فوتي اسناد دي، مجردي اسناد دي، د مریضي اسناد دي، تحصیلي اسناد دي، بیروني مرز اسناد دي، داخلي اسناد دي، دا ټول موږ پروسس کړي دي. همزمان با این مسئولان وزارت خارجه از دستاوردهای یک سال پسینشان سخن میگویند که در 20 سال پسین انجام نشده است. اینان همچنان میگویند جهان در 20 سال گذشته تعریف مشخص از حراس افغانی نداشته و حال هم دنبال واژه حکومت فراگیر هستند. ولایت و نمایندگی د مرکز سره د خپل پروگرام د دافیس لاری وصل کول او ملت دغه تکلیف او مشکل څخه خلاصول چې بخوا به د ولایتو څخه و مرکز ته راتلل په تکالیفو او مشکلاتو او مصارفو نابلتیا او د دې ټولو شانو سره به مخ کېدل. توافقات ترانزیټس ما خوشبختانه توانستیم که ازبکستان، افغانستان، پاکستان به یک توافقنامه برسیم. با ترکمنستان حرفای ما نهایی است. ما امیدوار هستیم که یک موافقتنامه سه جانبه به ارتباط انتقالات داشته باشیم. با ایران هم در گفتگو هستیم که از طریق افغانستان اینها را وصل بکنیم با آسیای مرکزی. سرپرست وزارت خارجه میگوید در موضوع به رسمیت شناختن برخی نزاکت ها وجود دارد و از همین رو کشورها افغانستان را به رسمیت نمیشناسند. آقای متقی همچنان تاکید دارد که زمینه های تجارتی خوب با سایر کشورها برقرار شده و هیچ چالش ترانزیتی در بندرهای افغانستان وجود ندارد. امروز 7 سپتامبر برابر است با روز جهانی هوای پاک. اما در افغانستان و به ویژه کابل، مردم همواره انتقاد از آلودگی هوا داشتند. با این حال شهرداری کابل تاکید بر برنامه های منظم برای کاهش آلودگی هوا دارد. روز جهانی هوای پاک، اما در کابل همواره نگرانی از آلودگی هوا. باشنده های پایتخت دلیل افزایش بیماری های را افزایش آلودگی هوا می داند و از شهرداری کابل می خواهند تا از عوامل هایی که باعث آلودگی هوا می شود جلوگیری کنند. متاسفانه غفلانونه چې کوم دی هوا د ککړیدو د مخنیوي په خاطر جوړ شوی دی، تطبیق شوی نه دی. موږ تاسو فلحال هم په کابل کې ګورو چې ډیره زیاته هوا ککړه ده. داسې موټر ماشینونه په ښار کې ګرځي
چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي. خاص موضوع از حکومت همی است که باید جلو همی کارا را بگیرم. موتورهای دیزلی همی زغال سنگ زارا کم استفاده کنند. استفاده هم میکنند در دوردست از ولایت ها کم استفاده کنند. در بین شهر باید از گاز و چوب بلیط چیزا استفاده کنند. در این میان شهرداری کابل تاکید بر برنامه های منظم برای کاهش آلودگی هوا دارد. امسال هم یک پلان بسیار کلان داریم به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا در سطح کابل، چون زمستان میآید و بدون شک مردم خواهی نخواهی خصوصا بلند منزل ها از زغال سنگ استفاده میکنن، که از حالا پلان ما شروع شده به خاطر کنترل دوباره، به خاطر بازنگری دوباره و به خاطر اینکه مردم ما در هوای پاکتر زندگی بکنن. مقرره کاهش آلودگی هوا را ما داریم و در این حال کمیسیون به سطح عالی از ادارات زیر ربط به نام کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا را ما ایجاد کردیم تا ما بتانیم کمانگی ها را میان ادارات سکتوری تقیه بدیم، تا ما بتانیم که برای مدیریت و کاهش آلودگی هوای شهر کابل ما پلان های منظم دقیق داشته باشیم. این در حال است که همواره مردم انتقاد بر کنترل نشدن مواد سوختی در کلان شهرها داشتند. و در جهان واشنگتن با رد درخواست‌های اوکراین و برخی سناتورها از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی هراس‌افگنی آمریکا اعلام کرد که این کار نتیجه معکوس خواهد داشت و روابط ترکیه و یونان دو رقیب منطقه بار دیگر پرتنش شده. و در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید خود مبنی بر احتمال حمله نظامی به یونان را تکرار کرده، یونان پاسخ داده که آماده دفاع از حاکمیت ملی خود است. همچنان رسانه‌های دولتی چین اعلام کرده که تعداد کشته‌های زمین لرزه شدید که جنوب غربین کشور را لرزان به 74 نفر افزایش یافته است. بیشتر در این بسته تصویری ببینید. واشنگتن با رد درخواست اوکراین و برخی سناتورها از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی هراس‌افکنی آمریکا اعلام کرد که این کار نتیجه معکوس خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به این سوال که آیا روسیه را باید در فهرست سیاه کشورهای حامی هراس‌افکنی قرار داد، گفت خیر. سخنگوی کاخ سفید گفته که تعیین روسیه به عنوان حامی هراس‌افکنی مؤثرترین راه برای مسئول نگه داشتن مسکو نیست. او به خبرنگاران گفته که این نامگذاری باعث اخلال در روند کمک رسانی به بخش‌های از اوکراین ویران شده از جنگ می‌شود. سخنگوی کاخ سفید همچنان گفته که این اقدام می‌تواند ائتلاف بی‌سابقه کشورهای غربی که در پاسخگو کردن پوتین بسیار مؤثر بوده است و همچنین تواناییشان برای حمایت از اوکراین در مذاکرات را تضعیف می‌کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در ماه جون با تعیین روسیه به عنوان کشور حامی هراس‌افکنی مخالفت کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از یک سری حملات که منجر به کشته شدن غیر نظامیان این کشور شد، از کشورهای غربی خواست تا روسیه را به طور رسمی به عنوان یک کشور هراس‌افکنی معرفی کنند. در حال حاضر ایران، سوریه، کره شمالی و کوبا چهار کشوری هستند که در فهرست کشورهای حامی هراس‌افکنی آمریکا قرار دارند. روابط ترکیه و یونان دو رقیب منطقه‌ای بار دیگر پرتنش شده و در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید خود مبنی بر احتمال حمله نظامی به یونان را تاکید کرده، یونان پاسخ داده که آماده دفاع از حاکمیت ملی خود است. ترکیه و یونان در دهه‌های گذشته همواره بر سر مجموعه‌ای از مسئله‌ها از جمله ادعای ارضی در دریای اژه و حد و حدود حریم هوایی خود در این منطقه با یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلاف‌ها بین دو همسایه و دو عضو ناتو موجب شده که یونان و ترکیه در نیم قرن اخیر سه بار در آستانه جنگ با یکدیگر قرار گیرند. اردوغان روز گذشته در یک نشست خبری در پایتخت بوسنی بار دیگر آتن را به حمله نظامی تهدید کرد و هشدار داد که ترکیه می‌تواند در پاسخ به تهدیدهای یونان یک شب ناگهان بیاید. آنکارا این ادعا را مطرح کرده که یونان با نظامی کردن جزایر نزدیک به ساحل دریای اژه ترکیه توافقات بین المللی را نقض می کند. ترکیه همچنان پدافند هوایی یونان را متهم کرده که در جریان تمرینات ناتو بر فراز مدیترانه شرقی به هواپیماهای جنگنده ترکیه نزدیک شده است. وزیر خارجه یونان گفته که ترکیه معتقد است این جزایر در اشغال یونان هستند. رسانه‌های دولتی چین اعلام کرده که تعداد کشته شده‌های زمین لرزه پسین که در جنوب غربی این کشور رخ داد به 74 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که هزاران نفر از ساکنان منطقه به پناهگاه‌های موقت منتقل شده و باران‌های شدید خطر رانش زمین را بیشتر به وجود آورده است. بر اساس گزارش مرکز زمینشناسی آمریکا، زمین لرزه روز دوشنبه با قدرت 6.6 درجه ریشتر در حدود 43 کیلومتری جنوب شرقی شهر کنگدان در استان سیچوان روی داده است.
یک روزنامه دولتی چین روز چهارشنبه گزارش داده که 34 تن در شهر یان استان سیچوان کشته شده و 40 تن دیگر نیز در استان مجاوریان بر اثر زمین لرزه جان باختند. همچنان تلویزیون دولتی چین اعلام کرده که بیش از 21 هزار تن از مناطق مستعد رانش زمین یا به دلیل وجود خطر ریزش ساختمان‌ها تخلیه و به مناطق امن منتقل شدند. پس از وقوع زلزله برق چندین شهر قطع شده و بخش‌هایی از جاده‌ها فرو ریخته و 7 نیروگاه برق آبی کوچک و متوسط آسیب دیدند. زلزله اخیر قوی‌ترین زلزله در منطقه از تابستان 2017 تا کنون به شمار می‌رود. در ورزش، نخستین دور رقابت‌های شنا در رده‌های سنی کودکان و پیشکسوتان از سوی فدراسیون ملی شنا در کابل راه اندازی شد. این رقابت‌ها با حضور 100 ورزشکار برای یک روز به منظور رشد این رشته برگزار شده بود. همچنان تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های کرکت آسیا امشب در برابر تیم ملی کرکت پاکستان رویارویی می‌کند. بیشتر در گزارش از میلاد نجیب. یاره ورزش همیشه در خدمت ورزشکارا، در خدمت نسل آینده، بخصوص بخصوص ورزشکارای شنا خواهد بود. یک دور مسابقات برای رشد و نهادینه شدن فرهنگ ورزش در بین کهنسالان ما و همچنین اطفال زیر 10 سال. امروز یک برنامه مسابقات داشتیم و در پلویش نمایشات ورزشی داشتیم. I hope that I can be here to watch the people of Afghanistan grow as a nation and to see their swimming, their Olympic swimming team grow in strength. ام سنای سالای خودم با جوانا با همگی باطر ورزش همیشه هر ورزش ورزش بکنن دیگه خصوصا آبازی بسیار مفید است بسیار فایده داره امی کسی خود در آب مندازه امی مجرده که تکان میخوره امی رگای خون کلش باز میشه باست ما از فدراسیون شنایی است ما را در مسابقات بیرون مرزی ببره و امی مسابقات باعث رشد ما میشه که ما به مسابقات بیرون مرزی بریم پاکستان سره لوبه ده نو خپل دواګانو کې میات ساته ان شاء الله سره کوم چې ټورنمنت کې مونږ خې لوبه ننداره ته وړاندې کړی دی آینده کې کوشش کول خیر سره چې تر فائنل پورې ځان ورسو نه پاکستان بلکې غواړو ټول ټیم سره خې مسابقه یو سل په سره کوشش کوو چې ټول څه میچونه وګټو افغانستان لپاره ویډونه راوړو نو تاسو ټول هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دواګانو کې یاد وساتئ مننه وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار پایان خبرها وقتتان بخیر خدا نگهدار